هستی؟ حالا به یک جا مردم نازنین ایران زمین سلام، صبح خیلی این صبح دلنگیز و محال خوبش به تو تقدیم می کنم، تویی که امروز امید و مهربانی را زمزمه نور بچه‌هایی که مثل ما امروز هم سحرخیزی انتخابتون مقداری به لیمو، کمی سنبولتی، مقداری هم بابونه و اما مجون آخر گلکاب سفوری. کمی هم عشق میدیم و جون محاضره. به 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 ترم بخوری اثر میکنه. برای چی خوب حالا؟ بخور از هفت دولت آزادی. سه از گلون پایین نمیره که رنو جون. چرا؟ آقا جون دقیقا همینجا میشه. آقا جون همینجا؟ شه هر جا من میرم با من عاشق گفتگوی خبری بود رنو جون. گرم میسوز رنو جون. بخور عزیز من، بخور بخور. الان اون تو زندان داره چرب و چیلی تر میخوره، به فکر خودت باش. بخور. آو پاشو پاشو با هم بیریم رسونی منتظر گفته سند بیاریم. پاشو پاشو بیریم. الان میریم روی نسکافه چیزی میخوریم. نسکافه چی عزیز من؟ همه آتش خالا رو میخوری که اینجوری زردم بویه دیگه. اون دوتا نلبکی ها رو از پوش چشت ورد و تا بهت بگم. گوش نمیده کرد. من زیر چش سیاه، پوستم خشک و کدر عین کرگدن. حالا این رسولی کی هست؟ رئیسمون. آقا مرد خوبیه. دیر نشده بس نیست؟ بریم دیر. نه آرام بخش بخوریم. بلنشی عزیز من، انا عرب و بجور هزار جور بدبخت و بیچاره رفته تو دادگاه. بلنشیم بریم به کار مردم برسیم. بلنشیم به کارتون من میگم برسیم. بلنشیم دیر شد. چیکار داری می‌کنی؟
برومت چه فکر کردی؟ من اصلا رو تو فکر نمی کنم مرد اصلا این تو فکر کردی؟ نزانت مهریه هست نفقه چه فکر کردی رو من؟ همه اینا رو میدم باور کن همه اینا رو میدم ولی طلاقش نمیدم بابا اون زن منه سهم منه حق منه میفهمی من دوستش دارم فقط از این بعد هر وقت که اومده اینجا هر چقدر دوست داشتی چایی بخور رایگان چون بقیه پولتو ندارم بهت بدم من چایی بخورم من کوف باید بخورم زهره ما بخورم ببین اون نقاشه من میبینم هر چی که دوست داری بخور بیا برو خب ببین اون 84 پارچه هست گل قرمزه آره اونو میخوام ولی میخوام اول اسممون روش حک شه خب آخه دارم اول اسممون رو همه چی بریزی میکنم آره دست درد نکن خیلی خوب آره یکم دستم خالی دستم نستمونو بزنید خیلی خوب الان کار نداری دیگه چطه؟ چای آوردم خانم مگه من از شما چی میخوام؟ ایوا زبون تو گاز بگیر خانم گاز بگیر خانم؟ من فقط از شما یه نیم ساعت فرصت میخوام تو این از خدا بی خبر بود اگه دیوونه هم داری میکنی ندیر تو که یه ساعت عقب بنداز و یه روز عقب نفتم زهید شده بریم هر چی بکشم از دستی ببخشید خانم شعبه یک کجا شعبه یک شعبه یک برو شمال خانم کجا چیزتو جا گذاشتی چیزتو خانم کار دارم ما بریم بیرون دیگه چته؟ چرا اینطوری صحبت میکنی؟ ها؟ بکدی تو کی هستی؟ همین الان میرم حراست چه خواهی خانم اجازه بدید خانم خواهش میکنم ایشون یه خود دچار این تعلمات روحی شدن چی؟ تعلمات چی؟ یعنی که دیوونه بوده باباش زندانه بنده خدا ازر دستش از دنیا نه بازداشتگاه آقا جون چه ربطی داره خب زندان و بازداشتگاه جفتش یکی دی آقا زندان جفتش میله داره دیگه پشت میله است دیگه فهمیدم ترکتون چی میگه پول میخوام خانم خواهش میکنم بفرمایید بیرون خجالت بکش خانم بفرما بیرون خجالت بکش چیزشو جا گذاشت کی؟ اینشون همین که منو دید این آزادی و فرار کرد رفت جدی شد سنگینه سنگینش که برای من و شما نه ولی خب برای یه بچه فیله ببینین چیزی توشه کجاش مثلا هرجاش چیزی که توش هست تکونش داده بگیرش بالا دستا بالا بگیر بالا چرا زیادی که زیادی چرا باش بیست کرده بود سلام علیکم الان وقت شیمی درس زدن نیستش که من کمر درد دارم از این جای زده بیرون ده برید بیرون دیگه برای چی برای چی خانواده ای هستی؟ دختره چش سپید به من گفتی؟ نه با من بود من چشم یه خود زیادی سپید بوم گذاشتن بودو بیرون نجنه کنی
کنار. برو کنار. الان وقتی فیمینیست شدن نیستش که بیا منه بگیر کمر دردم دیگه زیدمون برو بیرون. وای آجا اصلا یه وضعی هست. دلش کنی نفر این خانوم کیه؟ رنگ جون آجا خود در بابا میشنسی ایش؟ آره بابا فامیل آقا جونمه. بخوامم نمیتونم کاری بکنم. اگه نمیبینی وضعیت منو برید برید. اقدام تروریستی عوامل چک و خونسازی در راه هست. تو از کجا میدید این بمبه؟ رنو جا من تنهات نمیذارم. خب همه شوهرت اگه مادر شوهرت بود که خودکشی میکردی اتمن. واسه من ادای دهقان فداکارو در نیارید. برید بابا کمر من شکست. برید قربان. عامل انفجاری فرار شده اما جلیقه انفجاری در دستان قربانی جا مونده. جلیقه انفجاری جانه ریشه دینا رو پراکنده بکن من تک تنها ببینم چه خاکی میتونم تو سر خودم بریزم. ببین عقب آقا یه لحظه ایزه بدید. یه لحظه قربان شما فرده ایتون داره ببینید بالا بذاره اندقر اگه مردن دو نفر بمیرم مرد نجات بدم. بیا کنار نه دوره کامل دیدی زنه بچت میبینم. بیا عقب ببینید. آقا یه لحظه ایزه بدید. یه لحظه ایزه بدید. یه لحظه ایزه بدید. خانم اون قاشق و چنگالی که بهتون گفتم اون کلا توهمه. ولش کنید شما فقط به من بگید خواسته شما چیه. همین دری بری و صندلی. یه صندلی. آره دیگه من کمرم شکست دیگه یه چهارپای صندلی بردار بیار دیگه. یه صندلی. آقا یه صندلی خب برش بیارین. آقا در نیار در نیار. کتو چرا در میری لخ چرا داری میچی جلو نیار. بشین همونجا آرامش خودو حفظ کن. من میام مثل برادرت اون ازت جلو نیار. بذار بچت فکر کن جلو نیار. زن من 7 سال فوت کرده. 6 سال آقا 7 سال دارم بهت میگم. شما گفتی 6 سال. آقا اون 2 سال مریضش یه سال حساب کردم تو بهش بگو. شادی روح همسر آقای رسولی صلوات بلند خط کن. خانم آرامش خود نفتی. خانم هر گوش هم به مدشین میگن آروم آروم من میام. آقا آمده باشی. آقا آمده هلم نکن که آقا آرامش که ازت میگیرم بعد شما عین باب بزن برو بیرون. باب چی آقا من رو گربه هم نیستم. فکری دختر چهاردستون هم یه پا اینجا بذارم یه پا جلوی درم خودتو به کشتر میدی هم منو نیام. فقط آرامش خوده. ببین هر کاری از دستم بر باید انجام بدم اون آقا هم آقای گولی هم آزاد میشه. شما هر خواستی داری من انجام میدم. دستم من اون آقای گولی رو بذارم اونو تناب انداز بکش بالا. تو میتونی. تو حالا بعد چرا میخوای اینجا رو منفجر کنی؟ چته؟ من غلط بکنم بخوام منفجر بکنم این میخوان منو منفجر بکنه. برم همه ما فدات بشم بی عزیزم اینم عروسکت قربونت برم. عروسک بس شما چی کار میکنی؟ چش بخور شکلاته. شکلات؟ شکلات که بابا گفتی بومبی. شکلات؟ شکلاته. شکلات دیگه نده بشه بابا تا شکلات بودین و واقعا هم می نده شکلات بابا. بیا بریم فتا چا بیا بریم قربونه ترم بسیدم. فرزاد فرزاد بده خلافکارا چی میکشن؟ چیزای خوب میکشن. بابا چی میگی؟ من دیشب توهم دارم صدای بیسیم تو گوشمه. حالا خوبه پدر زنت خلاف کرده. چیزا نیست شکم پار کاره. نه بابا کلافم کرده فرزی. گویا در زدم پاشو با کن. آره شنیدم خودت پاشو با کن.
من نمیتونم دو تا کارو با هم انجام بدم که هم پاشم هم واکنم. مامان بس نکن، تا رو بزرگترتون یاره گفتم پاشو واکن، نمیتونم پاشو واکنم. یه دقیقه زود به دنیا اومدی ها، من روز زامنم نمیبینی مگه؟ یا روز زامن در تو بردم، برو این کیه؟ سلام علیکم، آگولی در رفت؟ مشکلی نیست آقا فرضی، نوروزی هم همسایی طبقه بالایی تو. ولی شما رو که شناختم، شما همش صداتون پایینه، دعوا و بزن و بشکون و عمه و عمو و همه رو میارید وسط. شما یه قرص بخوری فکر کنم مشکلت حل شه دیگه. صدامو میاد پایین قشنگ؟ کامل. شما اینجا تنها زندگی میکنی؟ بله بله، با داداش با هم تنهاییم دوتایی. سلام کن آقای پلیس. چی شده؟ سلام. دیشب توی این ساختمون یه دزدی شده و اموال این آقا رو سرقت بردن. سرکار اموال این آقا نیست که، اموال منه، مال منه، من خریدم، جهیزیه منه، من پولش دادم. این آقا توی این دو سال زندگی مشترک دو تا کاسه نعلبکی نخرده بیاره بالا. اون وقت اموال این آقا اموال منه. خانم چرا اینقدر شلوغش میکنی؟ سرکار باور نکنی یا داره دروغ میگه. اون تلویزیون 55 اینچه حتما جهیزیه جناب عالی بوده. آره کی عصبانی شد زد تلویزیون 48 اینچه ال ای دی را شکون؟ 55 اینچ گذاشتم جاش. ال سی دی خریدی؟ چه فرقی میکنه؟ 55 اینچه ال سی دی به اندازه 28 اینچه ال ای دی هم نیست. ببخشید من نباید دخالت کنم، خودتون میدونید، فقط به خاطر چند اینچ به نظرم ارزش بحث کردن نداره. شما مشکل اصلی رو حل کن. مشکل اینچ نیست آقا، مشکل بین ایدی و سیدی شه. اونی که تو ایدی هست تو سیدی نیست. شما نمیدونی وقتی تلویزیون ال ایدی نگاه میکنی انگار با چشات داری آدامس میجوری، اما تلویزیون ال سی دی انگار یه لایه توف چسبوندن رو شیشش. اصلا من چرا این چیزا دارم برای شما تعریف میکنم؟ شما آقایون میدونی قیمت نفت برن چنده؟ شما آیا میدونی شاخص بورس چقدره؟ شما میدونی دلار چنده؟ طلا چنده؟ کی زمین بخرید؟ اجازه بدید، اجازه بدید لطفا. شما دیشب چیز خاصی ندیدین؟ من خواب دیدم. نه ببینین، وقتی ما رسیدیم دم در، واقعیتش اینه که این در خونه اینه طویله باز بود و آنگاه ما اومدیم اینجا همینجوری خوابیدیم. منظورم رفتار مشکوک آقا. آها، رفتار مشکوک یا خیلی مشکوک فرقی میکنه. تو دانشگاه چی به شما یاد میدن؟ خب سرکار، آب در خانه و ما گرد جهان میگردیم، یار در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم. اون جعبه جواهرات منه. چطور به تو گیر ندادن؟ این برای شماست؟ دیدی گفتم، هی گفتی بریم بفروشیم بریم بفروشیم، گفتم تا صبح نگه داده دست، شاید پیدا شد ایشون حسابش. خب برو برده بیار دیگه پس. خدا رو شکر حداقل این پیدا شد، وگرنه ما داستان داشتیم حالا حالا. خدا رو شکر ما پیداش کردیم، آدم مطمئن. خدا خیرتون بده. دست غریبه میافتاد چی؟ اینا از جمعه کجا پیداش کردیم؟ ما داشتیم که میومدیم داخل، همین تو پاگرد بغل پله افتاده بود رو زمین. من اولش اعتنا نکردم و یا نظرمو جلب کرد، دیدم آرمه چیز داره روش، دیگه گفتم بذار ببینم چیه برش داشتم. من این دو تا آقای سیگاری رو میشناسم. همینه دیگه، چیز کردی جعبه رو برداشتی بردی سیگاری میکشن و جعبه جواهراتو. سیگار دروازه ورود به اعتیاد است خانم. ما فامیلیمون سیگاره، با دود مینی بوس حالا تو صورتمون نخورد اینجوری مغلطه میکنه. چرا به 110 زنگ نزدی؟ واقعیتش من که مثل جنازه افتادم، جونشو نداشتم. آره دیگه، منم دیدم دیر وقت زنگ بزنم اون وقت شب به برادرای پلیس، خواب بیدار میشم بعد میخندن دیگه. شما خودت نمیخندی؟ یا یکی نصف شب زنگ میزنه یه جعبه جواهر پیدا کردم نمیخندی؟ روی انتظامی که 24 ساعته در خدمت مردم هست. معلوم دارید پیام مازرگانی میرید. جناب سیگاری. جناب چش، عذر میخوام خانم همسایه، شما جسارتاً یه نشونی دقیق بدین تا من بتونم جلو ترکار تحویل شما بدم. ببینید سرویس طلایی که از بله بله درست گفتم. دست شما درد نکنه. دیدی فروخت منو آوردی شد. پس بقیهش کن. ببخشید من پول خورد نداشتم، بقیهش رو چسب زخم میدم خدمتتون. 10 تا سکه تمام بهار آزادی توش بود. کو 10 تا سکه؟ سرکار باور میکنی ما فقط همین جبر رو پیدا کردی؟ نه خوشه ها میکنی با باور کنیم. نه دیگه حق داره، منم بودم باور نمیکردم دیگه. لاکار موندی؟ زیادی بیرون. زیادی بیرون. نه نه شما بفرمایید. زیادی منم وایساد. زیادی بیرون، زیادی بیرون. دست بفرمایید.
آقا امری با من نداری؟ لازمه شما بمونید تشریف داشته باشید. چشم. من درستش میکنم. چند دسته اجازه بدین. الان درستش میکنم. بابا چه تبهری؟ تبهر نمیخواد. یکم صبر میخواد. بارکالله این صبر این نکته به این مهمی، یعنی اگر این دوتا مأمور حراست ما یه ذره صبر به خرج میدادن کار به اینجا نمیکشید. آقا من که عذرخواهی کردم، حالا خب بمب نبود. اگه بمب بود چی؟ همه این عمل قهرمانانه رو ما مدیون همین خانومیم که ما رو مدیون خودش کرده ایشون. بله من فقط وظیفه انسانی ما انجام دادم، این دیگه انجام شد. طبیعی جا این آماده شده برسونید دست آقای رسولی که میل کنه. نه شما میل کنید حالتون خوب بشه جان میاد. بفرمایید. یادم خواهش میکنم برای نگرانی بسیار مؤثره. بفرمایید. درسته بزرگوارید ما صابخونیم، شما مهمونید. بفرمایید. مستاجر صابخونه نداره فعلا که شما صابخونه. خواهش میکنم بفرمایید. کجا میبری؟ میخوام بگم حالا که امر میکنیدشون چشم من قبول میکنم، دست شما درد نکنه. بفرمایید. چه دمنوشی شدین. کاش میشد ما هم اینجا دمنوش درست میکردیم. میتونین داشته باشی. شما اجازه بدین بچه ها این بوفر رو بزنن، دم نوش هم داریم. دستت رو بذاری روش. آها دست بذارم دم بکش. بچه ها دم نوش بزنن؟ مگه شما بچه های ما رو میشناسین؟ چطور نمیشناسه؟ من بزرگتر این بچه ها. دستت رو بذارین روش. عجب. بله. چه سعادتی، چقدر خوب شد. واقعا این خانم گلیا خیلی از شما تعریف میکنن. جدی؟ وقت آقا گلی چطور؟ چیزی نشنیدم. نه زمین گرم بخوری ایشالله. بذار روش. ولی عاشق شما این دختره ها، اینو گفته باشن؟ لطف دارن. یعنی شما مادر آقا فرزین هستی؟ نه عمه. خیلی پسر شجاعی هستن، خیلی دلیر هستن از همچین مادر قرم. نه ادامه نده دیگه عزیز من. یه گفتم عمه دیگه. آخه به من میاد بچه های به این بزرگی داشته باشن؟ واقعا میاد؟ من ازدواج نکردم که، مجردم من هنوز. عجب. دستتونو بذارین روی لیوان. نه دیگه دم کشید تمام شد رفت به کارش. چقدر خوب شد. حالا که این بحثا پیش اومد دور از جون شما، خانوم منم 7 سال فوت شدم. شما فرمودین 6 سال. 7 سال. 6 سال. اون 2 سال بیماری رو 1 سال حساب کردم. بفهم چی میگم. 7 سال. من چه سعادتی. چه دمنوشی شد. نوش هشما بود که ندیده بودمش. امروز هم اولین نفر اومد. آره من شاهدم. نمی دوست. بیشتر از 1 ساعت بود که تأخیر داشت. دلم داشت مثل سیر و سرکه میجوشید. آره من شاهدم داشت میجوشید. خب چرا یه هویی اومدی اینطوری؟ مشکوک میشم بهت. خب 3 بار حکم گرفتم برای دیدن بچم، اما هر بار یه جور مخفیش میکرد. الانم ماشین شوهر سابقمو جلوی در دادم که یه لحظه وایساد و بعدم رفت. گفتم اگه بره دیگه نمیتونم ببینمش. آره من شاهدم. آخر روزی 100 تا ماشین با جرثقیل میبنم. من دیدم، شاهدم. چرا درخواست حضانت نمیدی؟ اینطوری این بچه مال تو میشه. نمیتونم. تازه پاک شدم. الان 8 ماهی که پاکم. معتاد بودم. چی شده؟ الان که جنس بشه همراه دوست بفرمایید. خواهش میکنم. شما بفرمایید. بفرمایید. خواهش میکنم.
یه زنگ بزنید ماشین دم در آماده باشه به اتفاق این خانم میخوایم بریم اداره آگاهی. چشم خوبی رانه جان؟ خوب پدرشو ببخشید خانم براتون دردسر درست کرد. داری عزیزم من بوم به شما باعث شد که من با آقای محترمی مثل ایشون آشنا بشم. خواهش من باعث افتخار بنده است. خدا رو سر جان مرتبه شد این مسئله بمب‌گذاری با رشادت نیروهای جان بر کف خانواده ببند زیادی. بله چشم ببخشید. حاج آقا ماشین دم در منتظره. به به چه سعادتی دارم میرم باباتونو در بیارم. بابا اونو دریلی؟ چرا من اینو چکار کردی؟ رهاسازی دیگه عزیز من رهاسازی. رهاسازی ها خمانه این حیوانات زخمیه که خوبشون میکنم میفرستنشون میرم تو دل طبیعت. زیادی داری حرف میزنی؟ بله چشم باش خانم طبیعت. بله قربان. من نیستم لطفا اینجا رو مدیریت کنید. بفرمایید. خب پس با برید. خدا حافظ کنید. رو گم کردم. خدا حافظ. زیادی بیا بریم باهات کار دارم. اینا که سکه ها رو بردن خب سرویس ها رو هم میبردن دیگه. ها؟ سکه ها رو بردی سرویس ها رو گذاشتین؟ یعنی چی؟ اینا فکر کردن تو خری، نفهمی، بیشیوری، گاوی، مونگولی، اینا چه فکر به خودشون کرد؟ پس چرا اینقدر دیر اومدی؟ قربان ماشین بنزین تمام کرد، پل دادیم تا اینجا. خب بنزین میزدی؟ قربان لیتری 3 تومنه. شما مطمئنین حالا 10 تا سکه بوده؟ آره آقا مطمئنه. ایشون موجودی حساب من و بابام و باباش و بابامون و همه رو داره، یعنی همه از دم. خانم شما مطمئنی؟ بله 10 تا سکه بهار آزادی این تو بود. 10 تا دیگه آقا دیگه. آقا ببخشید جسارتم 20 تا بوده. بابا برای چی 20 تا؟ یه دفعه بگو 50 تا دیگه دارم میگم 10 تا بوده دیگه. داری ولی میگی اصلا سکه نایدی اون تو چی داری میگی؟ تو نایدی من دیدم تو جلو اومدی من واکرم توش 20 تا سکه چیده بود. بابا داره دروغ میگه. بازم میگه 20 تا. آقا 10 تا مال تو چنگال قانون اصلیام جلو پاس در راست داره میگه 10 تا من چی خام شده بوده. به نفر چند تا بوده یه دفعه شروعش میکنم. یه فکر کنم 1000 تا سکه بوده توش. ای شروعش میکنی. الان میگم الان. الو جعفری سلام. اون جعبه که بهت دادم چند تا توش بود؟ 10 تا. اوکی خدا. چون سوال 10 تا. 10 تا. 20 تا سکه بهار آزادی رو از تو هول و قول کردم. 10 تا. بابا این حرفا چیه؟ شو تا کجا فهمیدی شوهره برداشته بود؟ در رو قوزک پاش بلک. باور کن خیلی پاشو تکون میداد بالای 5 تا سکه قشن محسوس تکوناش. چقدر واردی؟ دیگه نمیتونم ادامه بدم. چرا؟ پلیس اینجا چیکار میکرد؟ برنامه کرده بودی ها؟ ببند در ساب مرده رو. تازه گرفتم درجه 1 بینول. سرشیرم امیدوارم فرضی نخورده باشه که خورده. خدا رو شکر خورده. تو چی میخواستی بشه بابا؟ آب جوشم که هیچ چی. من اصلا خوانم سیما خانوم بگم آقا من عرضه این که واسه شما یه خونه زندگی درست کنم و ندارم. کار ندارم، پول ندارم. الان که آگولی گفته کرایه میخواد ما هم که پول نداریم. رفیقم بود فرهنگ، خب یه خونه خیلی توپ داره، کلیدش دست منه. گوش میدی؟ خب میتونیم بریم اونجا بدون اینکه یک قرون پول بدیم. نه بابا یهو میاد بعد میگه نه بابا رفته خارج، اونجا گیر افتاده، معده‌اش پر بوده، انباری زده بوده، گرفتنش معلومه کی برمیگرده. آره یعنی اگه حکم اعدام فرهنگ بیاد ما نونمون تو آره. آره خدای نکنه کاغذ فروری جدید گیرم نمیام. جدید 2023 گرفتم. اون موقعی که اومدیم تهران من بودم و تو بودی و همین لباسای تنمون. آره همونا سیب تنمون. آره دیگه آفری. ولی خب مهم اینه که همونا تنمون هست. ببین با این وضعیت اقتصادی همین که آدم پسرفت نمی‌کنه یعنی پیشرفت کرده. می‌فهمی یعنی چی؟ یعنی همین که داغون نمی‌شیم داریم پیشرفت می‌کنیم. آفری. میدونم مشکل ما همه جوونا پوله، پول. شما لولک ولکم با من ردیفتون می‌کنم. چقدر نگرانی؟ طوری نمیشه که میفرستنت دادسرا، بعدش هم میفرستنت زندان.
تو فقط چی گردن نگیر. نگران زنم هم بابا. قسم خورده اگه این بار گیر کنم پشت گوشم و دیدم اونم بابا دیدم. قپی اومده. دو تا حرف عاشقونه چه میدونم مثلا نوکرتم عاشقتم بهش بگی آقا همه چی حله. تو فقط چی گردن نگیر. انقدر از این حرفای عاشقونه تو گوشش خوندم. زنا از شنیدن حرفای عاشقونه و تکراری اصلا دلشون گرم میشه. تو فقط چی تو بازجویی گردن نگیر. میترسم این سری جدی جدی طلاق بگیره. خب پسر جون این موقع که میخواستی خلاف کنی باید فکر خانوادت رو میکردی دیگه. نه که الان فقط چی گردن نگیر. صحبت با شما ما میگم صحبت. آقا کسی صحبت نمیکنه که. صحبت گلی کیه؟ منم سر کار منم. بیا بیرون. داداش تو تعامل تحضیلات فنی رو نهیری چی؟ گردن بگیری. چشم خیلی ممنون هر راه نمایی تو من نوکرتم. چشم با اجازه. خوشت اومد؟ کلیده اینجا رو داشتیم و تا الان داشتیم تو طویل زندگی میکرده این؟ گفتیم از چی کلید داده به؟ بیام اینجا گلونا شواب بدم. من گلی نمیرم اینجا. نه؟ این؟ آره دیگه اینم جون داره دیگه. همین انقدی هم جون داره. من میگم خدا کنه سیما خانوم اینجا خوشش بیاد. سیما خانوم واسه چی خوشش بیاد؟ اما این نگفتی پسر رفته اونجا شیکمی بار زده؟ چرا؟ خب دیگه اون الان اعدام میکنن دیگه بر نمیگرده. من میمونم سیما خانوم. نه بابا از رفیقای ناصر خاکزاده. شاید اصلا اعدامش نکنن. ببین نمیخواد دیگه اونا رو بیاری تو. یه همه چی هست؟ بلش اونو مهارم بالا ببینم دنشتر اینجا چون کجاست؟ خواهش میکنم من وظیفه همو انجام دادم. به خدا جواد که زنگ زد سریع خودمو رسوندم. چی از شما باجه دارم؟ چرا شکسته شدی آخ؟ اصلا از بین رفتی؟ میخوای برم یه آب میوه چیزی بگیرم یه آبی بیاد زیر پوستت نگاه کن خدا؟ نه چون مسایی میری یکی پایین های مچشون پیچ خورد و روز دمید گرم بسرد بسون برم آخی آخی سخت نکسش که بهتون دایی یک کار چیزی داری بگو برام انجام بدم با خودو تعرف میکنم قربان این شلواره چند خاند برام من ببخشم جواد که زنگ زد آب دستم بود گذاشتم زمین گفتم کی از صحبت جان واجب تر برای من سری خودم رو رسوندم نکن شلوارشون چروک میشه. خب دستش میکشی بر سرم از همه عاشق ترم فکرای خوب تو سرم آره میبینی از همه خوشبخت ترم
خیلی گریه نکن دیگه، بالاخره شما که مقصر نبودی. نه چرا گریه نکنم، اصلا برای چی شما رو نگه داشتم؟ ببین چقدر شکسته شدی صحبت جان، تو رو خدا به یه قولی بده دیگه نذاری بهت بد بگذره ها. باشه عزیزم، قول میدی؟ بالاخره پیش میاد دیگه. نه قول بده. باشه پس من رضایتو بنویسم خانم دیگه. رضایتو چی آخه؟ مثلا شاکی نیستم که بخوام رضایت بدم. من خدمت اون آقایی که اون بیرون هستنم عرض کردم، دزد خونه من مشخصه کیه، همونی که کلید داره. منم کلید دارم نوستا جان. قربونت برم تو کلید نداشته باشه، کی کلید داشته باشه؟ میگم بعد از این همه سال من چجوری با این روبرو بشم؟ بترسم بزنم اینو شلاپل کنم. من اصلا اومدم که اینو شلاپل کنم. نه دیگه ببین، اگه میخوای شلاپل کنی شر بکنی من رو کن، اصلا نمیخواد بریم. یه سوال، نسبت شما با این چیه؟ سببی، نسبی، آشنا، دور، نزدیک؟ فضولی نمیخوام کنم، فقط میگیم کنجکاویه. اختیار دارین، حالا که دیگه کردین، فامیلیش که فامیلیم، ولی کاش نبود. عجب قصتش طولانیه، قرار بود ما با هم دیگه. شما تاج سر منی، شما صاحب اختیار منی، تو قلب منی. اون شوهر مافنگی سابقم، کار اونه. وگرنه صحبت خان که از گل پاکتر، امانت داره، من زندگی من دست ایشونه، مثلا نفس منه. شما یه شب اینو نگه داشتید، هزار شب به من گذشته. مالک زندگی من حرفی نزد. افتاد صحبت جان، آشناهاتونن؟ نه اسرائیل. وقتی تو زندگی تفاهم نباشه میای اینجا، فرق نمیکنه که پیر باشی یا جوان. آقا چه ربطی داره؟ من میگم یه بحرانه. ما داریم بحران سارقی آقا جونو میگذرونیم. آقا این یه فاجعه است. من میگم این دوتا جوون چش و گوش بسته بلندشان بیان اینجا، هزار اینجور چیز میبینن، مرد میبینن داره زن طلاق میده، زنه داره مرد طلاق میده، هزار اینجور کوفت زهره مار دیگه. خب میبینن آقا حالشون بد میشه دیگه، بستر آماده میشه دیگه. آقا بفر اصلا بفرما خانم، شما ببینیم مرد شوالش دوتا شده نمیگی چرا؟ هر کار دلش میخواد بگه به درک. بفرما 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 خانم، شما پس داره ببینی که مردت معتاد شده، ناراحت نمیشی؟ معتاد هست. بفرما بفرما میگه هست. خانم بزرگوار، وقتی که شما ببینی که مردت شوهرت خیانت کرده، چشم چشم میمونه، هزار تا کوفته زر مار دیگه میکنه، ناراحت نمیشی؟ آقای محترم من ازدواج نکردم. بفرما بفرما میگه نکردم، میگه نکردم. وقتی که شما ببینی که اون مردت، اون شوهرت، اون بچه ای که از خون توه، از پوست توه، از جون توه، برش داره ببره. چی میگی گریه بچه در بردی؟ خب دارم راست میگم دیگه. نه راسته میگی، آقا فرزاد فرق میکنه. آقا فرزاد غلط کرد. تو غلط کرد. آقا فرزاد بیجا کرد. بیجا کردی، فهمیدی؟ آقا فرزاد وفاداره. اینقدر مرده. فرزاد مرده. نه بدی مرده. اون که احمقه، من حاضرم زن این بشم. فرزی با اون کار نداشته باشه. زن من؟ یعنی خود من؟ آره دیگه. یعنی زن خود من؟ بله. گفت بله. گفت زن من. گفت من. من منو گفت. من باید فکر کنم. چی کار کنی؟ آقا خب حق دارم. آقا پس فردا با بله شما من سری بگم بله، شما نمیگی این مرد چقدر حوله؟
شما نمیگی که این مرد چقدر حوله؟ بابا من ازدواج نکردم. حالا به من چه؟ شما ازدواج نکردی به من چه که ازدواج نکردی؟ من دارم یه چیز دیگه میگم. من چطوری باید این قیافه رو تحمل کنم؟ 2 کیلو عینک، 6 کیلو ابرو، باید با این چشه اینجوری؟ من نمیدونم که این خوب میشه که. آقا 30 سال من باید این رو تحمل کنم؟ بیشور. درست برو من. دیگه. زن منم همش به قرمه سبزی میدونم. خفه شو. بفرمایید دوستان، بفرمایید. متفرق شید، نمایش تموم شد. بفرمایید. من گفتم ازدواج نکردم. خانم میدونم. میدونم ازدواج نکردی. میدونم. اینجا برای طلاق نه به خاطر ازدواج. اینجا برای طلاق میان. الو، بله حاج حسن، علیکم. آزاد شده؟ از شما رسولی نه؟ آره، گوه آقا جون آزاد شده. آقا جون آزاد شد؟ آقا جون آزاد شده؟ چرا خوشحال نیست؟ خوشحال شو. من زشتم؟ در خوب میشی یا؟ زنی بزنم مردخ بگم از آرشگاه. من پدر اون اندنگو در میارم. مردی که بیشوره. نگرانم باش، من کار حالا را میمیزم. خانم چی کار میکنی؟ خودت چی کار میکنی؟ همین بود؟ نه بابا، این خواهر بزرگ از خواهر کوچیک است که کار را میدازه. خود چقدر میگیره؟ دندون گرده خب، ولی من حواسم هستش، خلقش دستمه. شما برو ببین چقدر میگیره، باقیش با من. باشه بس، برو پایین تا من بیام. باشه باشه. به زمین گرم بخوری، نفست بالا نیاد که منو سکه یه پولم کردی. اگه اینقدر علف سر قبرم هم سبز بشه، این دل با تو صاف نمیشه. نمک نشناس چه سفید زمکو. ببینم من نمک نشناسم یا تو؟ تو یادت رفته اون داداش جونت وقتی که خر مشاله مون رو سقط کرد کی گردن گرفت؟ من. اون خر واسه شما خر بود، ولی واسه من رفیق بود. چه شبایی که درد عشقم رو بهش میگفتم و اونم سر تکو میداد. میگم اگه زمیتید من برم شما راحت کنم. بشین آقا، بشین. میگم بشین. چشم. همچین میگه خره سر تکون میداد انگار که بنز S15 براش چراغ میداده. آقا آدم عاشق خر میشه آقای رسولی، من نه شما. خب هر کسی عشق و علاقه ای داره دیگه. اگه زمیتید من برم واقعا راحت. بشین. 30 سال پیش همین خربازگی های داداشش باعث شدی که من خود زندگی رو ول کنم و برم. یه لاغبا با یه پیلن و با این دوزن دشی بود. البته این بیجامه که 30 سال پاته، تعجبه میکنم چطور کثیف نشده. خب سر نرسشه ایرم که من بهت قرض دادم که. قرض تو پس دادی؟ ندادی دیگه. این خدم و حشم و چلچراغ و با پول من به دست آوردی. دروغ میگم آقای رسولی؟ این بحث تخصصی من دخالت نکنم بهتره با عزت. بیا همشه ببر. زنبیل آوردی؟ آره؟ زنبیل تو برده بیار. همه اموالش ماله منه. این خونه زندگی و پول و ماشین از زور بازوی من بودش رسولی. تا کورش هر کی نتونه ببینه. واقعا باید کور می شدم. کورم می شدم. کور بودم که ندیدم دوتا مار افعی تو آسین دارم پرورش می دم. آقای رسولی نبودی چه شبها که این تو خیابون خوابیدم، من خر واسش پتو و غذا بردم. از بس که شر بود سر می جنبوندم همه جا را آتیش بزد. طویله من سلیمون رو کی سوزوند؟ شوهرش. شرش هم دامن منو گرفت. بارا تو شر تا پات همه شره. تا اینجا که سره، تا اینجا دستت به خون بیگناه آلوده. برم گمشم. میگم بشی. ببین رسولی، تو شاهد باش داره تومت های 30 سال پیش رو دوباره زنده میکنه. مگه مرده است؟ زنده است جلو چشممه آقای رسولی. من هر شب دارم کابوس میبینم. شب کابوس، روز کابوس، شب کابوس، روز کابوس. کابوس درستشه. اون که پرنده است. اون طاووسه. کابوس بابا. هنوز فرق بین طاووس و کابوس رو نمیدونه. منو ببین رو دیواره کی دارم یادگاری مینویسم. منو ببین. خب درستش کابوسه، ولی واقعا ازودیت من دیگه برم. بشین دیگه آقا، دیگه بشین. بشین. اونم از مرغانه ای که امروز کرد. به اپلیکی
حداقل بذاشی آب و کفنش خوش بشه بعد هوو می آوردی. خوش غیرت. او خودش پوسیده شده، چه برسه به کفنش؟ بعد میگم البته به جنس کفن و محل دفن و رطوبت داشته باشه نداشته باشه اینا هم دخالت داره. من دیگه واقعا دیگه باید برم. آه این میشینیه لجبازی آقای رسولی ها. میشینیه جونو من میبینی تو این 30 سال من چی کشیدم از دست این مادر فولاد زره؟ مادر فولاد زره؟ یک مادر فولاد زرهی بهت نشون بدم گلی آی گلی، اون سرش ناپیداست. مگه شما نمیخواستی بریم؟ مگه نه دیگه نشستم دیگه. خودی بی خود هستی دیگه، همتون نشستی که چی؟ شما الان بفرمایید من چه کار کنم؟ الان که بریم دیگه. بریم بعد بفرمایید. بفرمایید بفرمایید. اون این بده بی این آره جایی که نادر میره میرم با نادر هم میرم. سب کن شما سب نگران نباشید. آقا رسولی بیا بیا منو نادر صدا کنید بهتره. خیلی خوب نادر بردار بریم. بفهم بفهم برو دیگه. این نرم برم را انداخته کسی جلو چه نگرفتش؟ رفتی در خونم آروم ببند، کل پول بابتش دادم. غیبتیه. نه بابا شرمنده چرا؟ میگم آرام بخونی از هفت بود چوب بشی از هفت دولت آزادی. خب حالا میده بره؟ چجور بخونی؟ جای خواهی آقا جانم وقتی میگیده نه ببینم شهر قیقا بابای من همین جا میشه سر بزنی. نه زیر چشم ها سیاه، پوستم از بی آبی خوش، این پوست گرگنه. خودم چیزی رو که بر پسش رو بکنم. آها، فقط اینه میتونم بگم، اینه که الان بهتون دادم آرام بخش ها کامل بسید، همه این دست رو بگیم. خب، یه تمرین کامل بریم بچه ها. نونش خیلی خوش بود. ممنون. اون جامعه جواهرات منه. چطور به تو گیر ندادم؟ بگه پلیس شب تا صبح بوده و بگم اگر صبح تا شب هم بیدار بود مال اینا رو نمیده بودم. خود من؟ آره دیگه چه میدهی؟ خود خودت
خانم شما چه دیدی؟ من ازدواج نکردم. خانم به من چه؟ بیا پایین شرفکن. بیا پایین. حق بده به من. شرفکن برو گم شو. بیا پایین. برو گم شو. همین کارا رو کردی فرصت رو از دست دادی. همین کارا رو کردی که هزار اینجور فرصت رو از دست دادی. آقا به من حق بده. من تو رو با این قیافه با 2 کیلو عینک و 6 کیلو ابرو با این چششال اینجوری چجوری تعامل کنم؟ بشور. راست میگه دیگه. میزنم من همش مغرب سرت میده. ایشون میاد تو میده. بفرمایید. خانم من ازدواج نکردم. آقا من ازدواج نکردم. من چه ربطی داره؟ من میدونم ازدواج نکردی. من اونم ازدواج نکردی اینجا چیکار میکنی؟ بفرمایید خانم. بفرمایید اینجا اصلا چیز نیست که دادگاه جایی نیستش که بیان ازدواج بکنی یا نکنی. اینجا طلاق میگیرن. اینجا طلاق میگیرن. کسی نمیاد اینجا. دلمو دزدید رفت، حال دلمو دید رفت، فقط از اسم کوچیکم و یک کلمه پرسید.